خسته نباشید، دو روز خیلی سختی رو طی کردید، دیدم که چقدر تلاش میکردید. خانم سعد، امروز قراره چه اتفاقی بیفته؟ همونطور که گفتین امروز آخرین روزه و آخرین شاهدها رو دادگاه در واقع خواهد شنید و در بعد از ظهر پرونده 160 متهم به جنایت علیه بشریت رو هیئت دادستانی به طور جزئی و با در واقع اسناد و مدارکی که در این مدت جمع آوری کردن ارائه خواهد داد و قضات سوالات خیلی دقیقی خواهند پرسید. انتظار میره که جلسه طولانی بعد از ظهر داشته باشن که در نهایت در حکم نهاییشون در مورد این 160 نفر تصمیم بگیرن. اما اون چیزی که در مورد شاهدها گفتین، من میخوام برگردم به اون موضوع و اینکه اتفاقی که از ابتدای تشکیل دادگاه بین‌المللی مردمی آبان افتاد و هرچی ما جلوتر رفتیم شدت بیشتری گرفت، اینه که تعداد بیشتری از کسانی که در درون این نظام هستن، جزء نیروی انتظامی بودن، جزء نیروهای سرکوب بودن، از بسیج و سپاه بودن، در قوه قضاییه بودن، بیشتر و بیشتر میان و به عنوان شاهد میخوان، داوطلب میشن که شهادت بدن و این افراد اطلاعاتی رو به دادستانی ارائه دادن که واقعا تکان دهنده و هولناک هست. بخش کوچکی از اونها رو ما در واقع در جلسات عمومی شنیدیم و بخش خیلی خیلی بیشتری از این اطلاعات رو قضات به طور کتبی یا از طریق اسناد و مدارکی که این افراد در اختیارشون گذاشتن و همینطور در جلسات بسته شنیدن. و من فکر میکنم که این یک نشانه خیلی بزرگه و یک پیام خیلی روشنه به مقامات جمهوری اسلامی، از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا مقامات پایین تر، که در درون این نظام کسانی که در دستگاه های سرکوب بودن، شاهد بودن و حتی گاهی خودشون در سرکوب نقش داشتن. به عنوان مثال کسی که دیروز شهادت داد، عضو گردان امام علی، گردان مخصوص در واقع نیروهای بسیج که سپاه اونها رو اداره میکنه فقط برای سرکوب شورش های مردمی، خودش دخیل بوده در سرکوب معترضان. و اینکه این افراد میان الان شهادت میدن و میخوان که در واقع این اسناد و مدارک اعداد بشه، نشون میده که جنایت آبان به حدی هولناک بوده، به حدی گسترده بوده و به حدی این فجایع کشته، زخمی، زندانی در برداشته که حتی کسانی که خودشون در نیروهای سرکوب بودن الان وجدانشون اجازه نمیده بیشتر از این سکوت بکنن. این افراد اگر روزی دادگاهی باشه باید خودشون هم محاکمه بشن در این دادگاه ها. اما امروز در این دادگاه بین المللی مردمی میان و به عنوان اینکه بخوان بخشی از حقیقت رو بگن، در اون حدی که میتونن و امنیتشون اجازه میده میگن. من باورم اینه که این اتفاق اگه همینطور این دادگاه در واقع بتونه روندش رو به یه شکل دیگه ادامه بده، همونطور که گفتیم ما جلسه دادرسی دیگری نخواهیم داشت، ولی اگه بتونه ادامه بده، تعداد بیشتری از این نیروها ریزش خواهند کرد و تعداد بیشتری خواهند اومد و به این روند در واقع کشف حقیقت و گام برداشتن به سمت عدالت کمک خواهند کرد. در دو روز گذشته ما 15 نفر رو شهادتشون رو شنیدیم، بسیار بعضیاش هولناک و البته سری اول هم همینطور بود، ولی چون افرادی بودن که در سیستم بودن این سری اومدن، خب بسیار متفاوت بود. در این دو روز آیا چالشی داشتید؟ ارزیابی کلی خودتون چیه از روند دادگاه؟ برگزاری یک همچین دادگاهی، به خصوص اینکه بیشتر شاهدانش در ایران هستن و امنیتشون از یه طرف مهمه، ولی از طرفی هم وقتی که قسم میخورن که حقیقت رو بگن و جز حقیقت رو نگن، باز کتمان کردن برخی از حقایق براشون دشواره. بنابراین در واقع مهمترین چالش اینه که چگونه این شاهدانی رو که اومدن و میخوان صحبت بکنن، در واقع اطلاعاتشون در معرض دید و ذهن عموم قرار بدیم و از اون طرف امنیت این افراد حفظ بشه. نکته بعدی که هست و چالش بعدی که وجود داره اینه که به هر صورت حجم اطلاعات و اسنادی که به دادگاه رسیده بسیار زیاده. در مجموع همین الان که ما با شما صحبت میکنیم، در همین دو سه روز گذشته 23 نفر شاهد جدید تماس گرفتن و خواستار شهادت دادن شدن که همونطور گفتم بخش از اونها نیروهای سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و قوه قضاییه بودن. بنابراین اینکه چگونه این روند رو ادامه بدیم که در عین حال که بشه که دادگاه به یک نتیجه برسه، ولی از اون طرف هم این اسناد و مدارک جدید، شاهدان جدید رو بتونه دادگاه دخالت بده، شهادتشون رو در حکم نهاییشون و بتونه بشنوه، این الان بزرگترین چالش
چالشیه که پیش روی ما. خب الان خودتون گفتید 23 نفر دوباره جدید اومدن، آیا شواهدشون رو بهشون رسیدگی کردین در این فرصت کم، چون دو روز بیشتر نبوده احتمالاً اومدن جلو، و آیا ما از اونا خواهیم شنید یا خیر؟ ما از همشون خواستیم که خلاصه شهادت هاشون رو برای ما بفرستن و منتظر هستیم که همه اونها بفرستن، ولی برخی از اونها که شهادت هاشون بسیار مهم بود و به خصوص کسانی که پست های کلیدی داشتن، احتمالاً از بعضیاشون امروز در روز آخر ما حضورشون رو خواهیم داشت. و در رابطه با مقامات جمهوری اسلامی میدونم که کیفرخواست براشون فرستاده شده، دیروز هیئت قضات از هیئت دادستانی دوباره پرسید و اونا تایید کردن که هیچی دریافت نکردن، آیا اینطوره هنوز هم؟ بله، همونطور که دیروز هم شنیدیم، هیئت دادستانی چندین بار نامه فرستاده برای 160 متهم جنایت علیه بشریت، تک تک به دفاتر این افراد به مراکز محل‌های کارشون ارسال شده از طریق پست، و همینطور به در واقع نمایندگی جمهوری اسلامی در اینجا، سفارت ایران در لندن ارسال شده و اونها از اونها خواسته شده که اگر دفاعی دارن بدن. به نظر میرسه که هیچ دفاعی در برابر این اتهامات جنایت علیه بشریت ندارن، برای اینکه هیچ پاسخی به این دادگاه ندادن و در واقع بدون دفاع، بدون اینکه از خودشون دفاع بکنن، دادگاه تصمیمش رو بر اساس مدارک و اسناد شاهدان خواهد گرفت.